من میخوام اگه اونجا قرآن داری دست تو بذار رو قرآن، که اگر این دجالیه دفتر دسته که شما رو نبسته بودن همچنان مثل گذشته بود، شما همینطوری به این دجالیه هم ببین قرآن قسم، ببین قرآن قسم، اگر این چنین نیت من این بود که خود من دفتر را ببندم و این حرفا را بزنم، درست شد؟ پس چرا قبلا وقتی به زنگ زدم به خمینی ایراد میگرفتن؟ بابا اونجا رفقای ما زندان میشد، شما انسان هستید یا نمیفهمید؟ زندان می شدن، اذیت می شدن. شما می دانی یا نمی دانی؟ یک کسی را دوست داری رفت من الان میگه وحید خراسانی مثلا مرده تقلید می دانی اون دومادش علی رایدی جانی رئیس مجلس رأس رئیس دجالیه و دوماد آقای وحید خراسانی، اینو می دونستی؟ خب این چه ربطی به من داره؟ برادر بزرگوار من، اول دامادش نیست، گوش کن نادان، این ربط به این که به اون سوال شما نداره که میگید که مال اون زمان چرا نمیفتی؟ اون زمان زندان می شدن. مردم زندان میفتن. آقای وحید خراسانی اون چیزی که من شنیدم، آدم مسئول عمل داماد خود نیست. حضرت نوح علیه السلام پسرش ناخلف بود، حرفش رو گوش نمیکرد، کافر شد، او پسر پیغمبر بود، ایشان یک مرجع تقلیده. تازه من شنیدم دامادش هم نیست، شوهر دختر خانومشه، یعنی خانم ایشان بله دختری داره از یک بله از ازدواج دیگری، این لاریجانی شوهر اون دختره، نه این که داماد خود آقای خراسانی باشد. حالا فرض بکنیم داماد هم باشه، من مسئول آقای وحید خراسانی اعمالش گفتارش نیستم، من این تشخیص دادم که ایشان از بقیه افقه هستن و زاهد هستن و انسانی هستن خیلی وارسته. حالا اگر در عمل ایشان شما در گفتار ایشان یک کلامی سراغ دارید که من جوابش را بلد نیستم، خود ایشان دفتر دارد، از ایشان بپرسید. و من زیاد با دستگاه ایشان، خانواده ایشان زیاد آشنایی ندارم که من بتانم جوابگوی اعمال بستگان ایشان باشم، شما از خود ایشانها بپرسید. و این که ما شما اگر انسان بودی، آدم بودی، میفهمیدی. میگم که اون زمانی که در ایران دفتر داشتی چرا صحبت نمیکردی؟ خب در مجالس خصوصی صحبت میکردم، علنی به خاطر این صحبت نمیکردم که بله رفقای ما زندان میشن و اذیت میشن به این خاطر. وقتی که اون رفقا بله ترسیدن، همه ایشان خودشان رفتن به یک گوشه خزیدن و از ترس به ما دیگر سلام نمی کنن بلکه فاشم میدن، خب دیگر معلوم شد دیگر که اونها هم دیگر لازمی نیست، اونا در خطر نیستن به خاطر ما. دیگر دولت ایران میخواد کی رو میخواد به خاطر من در زندان در ایران زندانی بکنه؟ من کسی ندارم اینجا به جز از کسانی که شبکه را نگاه میکنند، اونها عددشان خیلی زیاده، ما را دوست دارن. ما دیگر اونجا دفتری نداریم که کسی اونجا اذیت بشه. الان دیگر دست من بازه، اما همون زمان هم من نیت من همین بود که من دفتر ایران را ببندم و چون میخواستم که من آزادانه صحبت بکنم، دولت ایران رو من اون زمان هم فاسق میدنستم، این را گفتم دیگر. سلام علیکم بزرگوار، بفرمایید.